افزایش صادرات همیشه به عنوان یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی باعث رشد و بهبود وضعیت اقتصادی میشه. در حالی که اکثر کشورها تلاش میکنن اقتصاد بدون نفت رو گسترش بدن، اما نظام آخوندی تنها متکی به صادرات نفته. چرا؟ برای پاسخ به این موضوع همراه هستیم با آقای حمیدرضا زعیمی. با سلام به شما و ممنون از حضورتون در این برنامه. به عنوان سوال اول میخواستم بپرسم که علت افت صادرات در دولت رئیسی چیه؟ با سلام خدمت شما و همه هموطنان عزیز گرامی هم. در جواب سوالتون قبل از هر چیز باید بگم اصلا نباید برای پاسخ دادن به این سوال دنبال علت خاصی در دنیای کلاسیک اقتصاد بگردیم. بله. این علت کاملا سیاسیه. چرا؟ که این دولت، یعنی دولت رئیسی، تماما به دلیل سیاست‌های انقباضی خامنه‌ای در مواجهه با بحران‌های اجتماعی به خصوص قیام‌ها منصوب شده تا بتونه بر بحران‌های ناشی از شرایط عینی و انفجاری جامعه که نظام با آنها دست به گریبان و مواجه هستن غلبه کنه. بدین لحاظ به نظر من این دولت یکی از ناکارآمدترین دولت‌ها به لحاظ تخصص و مدیریته و میشه گفت که تنها تخصص اصلی رئیسی که در تابستان 67 و خودش نشون داد همون کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی بوده و هست. خب نتیجه انتصاب دیگه کاملا مشخصه، هرچی بکاری درو میکنی مشخصه دیگه. فوران بحران ها، ناکارآمدی، افول در همه زمینه ها از جمله در زمینه اقتصادی، به طور نمونه حالا صادرات که شما اشاره کردید یکی از نتایج همین انتخاب ها و سیاست هاست. آنقدر این مورد آشکاره که حتی رسانه های حکومتی ها بارها به اون اشاره کردن. مثلا رسانه حکومت آرمان تو این رابطه یه مقاله نوشتی که من براتون میخونم، میگه جزئیات آمارهای صادراتی کشور نشان میدهد نه تنها صادرات اقلام اساسی مانند محصولات پتروشیمی و کشاورزی افزایش نداشته، بلکه افت هم کرده است. برای مثال آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان میدهد ایران در سال 1400 خورشیدی کلاً 25 میلیون تن صادرات محصولات پتروشیمی، بنزین، گاز طبیعی، گاز مایع داشته که نسبت به سال 1399 حتی 670 هزار تن نیز کاهش یافته است. بله، خیلی ممنون از توضیحات و آماری که دادید. اما همونطور که میدونید بسیاری از کارشناسا و حتی خود مسئولین حکومتی برای توجیه این وضعیت اقتصادی از جمله صادرات که الان اشاره کردیم موضوع تحریم ها رو پیش میکشن و این تحریم رو در واقع بهونه میکنن. تو این رابطه لطفاً به ما بگید که نظرتون چیه؟ باید خدمتتون عرض کنم همونطور که اشاره کردم اصلی ترین دلیل در بحران ها من جمله اقتصادی مناسبات خود رژیم در داخل میهن تا منطقه و جهانه، مناسباتی که کلا مبتنی بر سرکوب تا صدور بنیادگرایی تروریسم. خامنه ای در اصل سیاست بنیادگرایش رو با بقای حاکمیت خودش پیوند زده، همونطور که الان در مورد غزه و بحران اخیر شاهد هستیم. علاوه بر سیاست بنیادگرایی، اقدام به توسعه پروژه موشکی به خصوص هسته‌ای و ساخت بمب اتمی رو در برنامه خودش وارد کرده و شاهدیم که در صادرات موشک و پهپاد به روسیه تا نیروهای نیابتی تو منطقه نه تنها اتفاقی هیچ افتی نداشته که هیچ، بلکه بیشتر صادرات هم داره انجام میده. البته این سیاست های نظام مثل اتمی شدن و داشتن سلاح هسته‌ای و صدور بنیادگرایی، آن هم از طرف یه دولت بنیادگرا، تهدید جدی رو متوجه منطقه و جهان میکنه. به این دلیل هم جامعه جهانی تحریم رو که مشمول مواد غذایی دارویی هم نبود به اجبار اعمال کردن تا شاید بتونن جلوی جولان مخرب اندیشه ولایت فقیه رو بگیرن. اما در عمل میبینیم که رژیم تحریم های جهانی رو دستاوردهای قرار میده تا بتونه بر سیاست های ضد مردمیش چه در منطقه چه در جهان رو لاپوشونی کنه. همونطور هم که گفتید حالا هم که افت و افول رو به تحریم ها نسبت میده، در حالی که حداقل سیاست های مماشات بیش از 2 ساله که تحریم ها رو بی اثر کرده و ما شاید فروش نفت تا 3 میلیون بشکه هستیم، یعنی خودشون رو دارن توی بوق و کرنا میکنه این مسئله رو. اما اتفاقا
تو این دو سال برعکس ما شاهد تورم و بحران‌های اقتصادی غیر قابل مقایسه با دوران‌های قبلی و به همین دلیل باید گفت به کارگیری واژه تحریم صرفاً برای عوام فریده. به نظر من باید گفت اصلا این حکومت دردش، موضوعش معاش و تأمین نیازمندی‌های درجه یک و دو مردم نیست. اگر بود حتما مثل موضوع موشکش، پهپاداش یا در موضوع اتمیش و ساخت بمب اتمیش میتونست بحران‌ها رو به میزان زیادی کنترل کنه. نتیجتا اینکه تا وقتی این حاکمیت در صدور بحران، بنیادگرایی تا صادرات موشک، پهپاد و جنگ افزاره، نه اقتصاد ایران سرسامونه میگیره، نه اقتصاد مردم، نه رزولوزی مردم، بلکه هر روز زندگی مردم سخت‌تر، بحران هم افزایش پیدا میکنه. به همین علت به نظر من باید گفت سرنگونی تام و تمامی حاکمیت در آوردن این قده سرتاره تنها راه بهروزی و آرامش برای مردم ایران و حتی منطقه است. بله، با تشکر از شما که در این برنامه و گفتگو با ما همراه بودیم. من تشکر میکنم این فرصت که به من دادید.